سلام دوستان، محمد هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به معرفی هدیه تهرانی و حواشی زندگی ایشون میپردازیم. لطفاً قبل از هر چیز از این قسمت در زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما زنگوله کنارشو بزنید. هدیه تهرانی متولد 4 تیر 51 در تهران، هنرپیشه سینمای ایرانه. هدیه تهرانی هنرپیشه کشور ایران در یک خانواده اهل گرگان به دنیا آمده. وی دارای مدرک دیپلمه و تحصیلات آکادمیک نداره. پدر هدیه تهرانی رضا جوادی تهرانی با خانواده میرزایی که از گرگانیان اصیل بودن ازدواج میکنه. پدر هدیه تهرانی به گفته خودش فیلم‌های بسیاری دیده و همیشه دخترش هدیه رو با خودش به سینما می‌برده. وی همچنین در زمینه عکاسی فعالیت داره. هیلدا خواهر هدیه تهرانیه که دستی در نویسندگی و شاعری داره و نویسندگی فیلمنامه شب با بازی هدیه تهرانی یکی از آثار خواهر خانم بازیگره. ایشون میگه در فروشگاه در حال قدم زدن بودم و میخواستم برای کارهای دکوراسیونم حصیر بخرم که سنگینی نگاه دو نفر رو لابلای قفسه ها روی خودم حس کردم. آزیتا حاجیان و محمد رضا شریفی نیا که اونها هم برای خرید به فروشگاه اومده بودن. من در اول به پیشنهاد حاجیان برای بازی پاسخ ندادم، ولی حاجیان و شریفی نیا شماره تماس مادرم رو گرفتن و تماسشون با من قطع نشد. رفتن به دفتر فیلماکس رضا رخشان برای تست گیریم کافی بود تا وارد حرفه بازیگری بشم. منم مثل خیلی های دیگه با مسعود کیمیایی شروع کردم. سلطان اولین فیلمم با قرارداد 600 هزار تومانی بود. ایشون هیچ وقت به صورت جدی و عاشقانه پیگیر بازیگری نبوده، ولی به هر جهت براش جذابیت داشته. جذابیتی که دنیای نمایش به هر شکلش برای همه داره. خانم تهرانی در دومین تجربه بازیگریش در سال 76 با فیلم غریبانه و شوکران چنان درخشید که تحسین نویسندگان و منتقدان سینما رو در پی داشت. او در سال 77 که سومین سال حضورش در سینما رو تجربه می کرد، برای بازی در فیلم قرمز برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول زن شد. یکی از بهترین نقش‌آفرینی‌هاش که منجر به اخذ سیمرغ بلورین جشنواره فیلم فجر و تندیس زرین جشن خانه سینما شد و تحسین نویسندگان و منتقدان رو در پی داشت، بازی به یادماندنی ایشون در چهارشنبه سوری بود. این بانوی هنرمند در روزهای ابتدایی سال 86 یکی از پرحاشیه‌ترین اتفاقات زندگی شخصیش رو تجربه کرد. ازدواج با هومن بهمنش، فیلمبردار مشهور این روزهای سینما، خبری بود که در ابتدای سال 86 به یکی از خبرسازترین تیترهای رسانه‌ای تبدیل شد، اما تاییدی از خانم بازیگر یا خانوادهش صورت نگرفت. انتشار این خبر و رسانه‌ای شدن اون اگرچه با تاییدی همراه نبود، اما به قدری گسترش داشت که اغلب رسانه‌ها از ماجرای ازدواج و جدایی خانم بازیگر در سال 86 خبرهایی رو در آرشیو دارن. همسر سابقش اصالتاً سنندجی بود و در لاهیجان زندگی می‌کرد. یکی دیگه از خبرهایی که در خصوص ازدواج هدیه تهرانی مطرح شد، ازدواج با علی انصاریان، فوتبالیست کشورمون بود. شایعه ازدواج هدیه تهرانی و علی انصاریان توسط مادر هدیه تهرانی تکذیب شد و بعد از این ماجرا اتفاق پررنگ دیگری درباره ازدواج هدیه تهرانی مطرح نشد. انتشار خبرهای زد و نقیز درباره ازدواج هدیه تهرانی با واکنش جالبی از سوی او همراه بود و در مقابل سوال یک خبرنگار که از او پرسید چرا هیچ واکنشی به این اخبار نشون نمیدید، گفت نمیتونم هر روز به این فکر کنم که این نشریات زرد سالی 8 بار منو شوهر میدن. منطق میگه حتی اگه بخوایم عده‌ای از این طلاق‌ها رو حساب کنیم، با توجه به اینکه من درست در ساعت مقرر پس از 3 ماه و 10 روز شوهر کنم، بازم سالی 10 تا شوهر نمیتونم عوض کنم. انتظار دارید به این چیزا فکر کنم؟ برم و بگم چرا این حرفا رو میزنید؟ اصلا فرض کنید این کارو کردم. اون وقت تیتر میزنن هدیه تهرانی با حضور در نشریه ما 10 تا ازدواج در سال رو تکذیب کرد. خانم تهرانی در ماه آذر سال 88 نمایشگاه عکس‌هاش رو در طبقات گوناگون منزل هنرمندان دایر کرد که این عکس‌ها حدود 198 عکس بودن. این عکس‌ها از 500 هزار تا 8 میلیون تومان قیمت گذاری شدن.
وی با نمایندگان رسانه‌ها در خصوص این نمایشگاه جلسه‌ای داشت که در پایان با نقد سخت اونها روبرو شد و با چشمان گریان جلسه رو ترک کرد. در دهه 80 مجله همشهری با بررسی فروش فیلم‌ها هدیه تهرانی رو بعد از مهناز افشار به عنوان دومین بازیگر زن پولساز سینما معرفی کرد. وی گفته دفعه اول که خودم رو روی پرده سینما دیدم میخواستم برم زیر صندلی و قایم بشم و با خودم هی میگفتم وای چقدر فاجعه‌ام. این احساس هنوزم در من وجود داره و فرق چندانی نکرده. در سال 74 او در یک سانحه رانندگی به شدت آسیب میبینه و چند دقیقه هم میمیره. این رو بعدن که به هوش میاد کادر پزشکی بهشون میگن. تصادف اونقدر سنگین بود که ایشون ماها بستری بود تا اینکه دوباره سلامتیش رو به دست آورد. او یک ورزشکار حرفه‌ای هم هست. از شنا بگیر تا مقام قهرمانی در رشته رزمی تایچی. در سال 92 به عنوان نایب رئیس کمیته بانوان در رشته تایچی در فدراسیون وشو منصوب شد و حالا در تهران باشگاه ورزشی این رشته رو در اختیار داره. طراحی داخلی یکی از هنرهای مورد علاقه خانم بازیگره و ایشون در اوقات فراغت به این کار مشغوله و به وسایل و اشیای قدیمی هم علاقه زیادی داره. خرداد 94 خانم تهرانی جزء 19 هنرمند ویژه‌ای بود که در مراسمی با حضور علی جنتی وزیر وقت فرهنگ و ارشاد نشان درجه 1 هنری معادل دکترا رو گرفت. او که یکی از حامیان محیط زیست و حیوانات در 13 فروردین 95 به دلیل تجمع برای حمایت از حقوق حیوانات برای ساعتی بازداشت و در نهایت آزاد شد. ایشون در مراسم روشن کردن شمع برای همدردی با جانباختگان سقوط هواپیمای اوکراینی که توسط پدافند سپاه ساقط شد نیز حضور داشت. وی در اغلب فعالیت‌های اجتماعی از جمله کمک به سیل زدگان، زلزله زدگان، جمع‌آوری زباله از طبیعت و غیره حضور فعال و قابل تحسینی داره. خانم تهرانی تا کنون در یک سریال تلویزیونی هم حضور نداشته. او در سال 90 در فصل سوم سریال شبکه خانگی قلب یخی بازی کرد. سال 98 هم در سریال شبکه خانگی همگناه در کنار پرویز پرستویی جلوی دوربین رفت. هدیه تهرانی که اصالتاً اهل گرگان بود با خانم حدیث تهرانی بازیگر نسبت فامیلی نداره و هر دو تشابه اسمی داشته و همکارن. دوستان عزیز مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگه به برنامه های ما علاقه مندید میتونید از زیر همین ویدیو و از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد خدا یار و نگهدارتون.